در این لحظه تاریخی به شما مژده برگزاری موفقیت آمیز همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان و مناطق کردستان در خارج از اقلیم را می دهیم. با این جمله رئیس کمیسیون عالی انتخابات اقلیم کردستان عراق اعلام نتایج همه پرسی استقلال اقلیم را آغاز کرد. بنابر این اعلام که شامگاه چهارشنبه صورت گرفت، در همه پرسی روز دوشنبه سوم مهر ماه بیش از 72% از واجدان شرایط شرکت کردند که حدود 93% از آنها به استقلال از عراق رأی دادند. و این وضعیت این شبها در اربیل و برخی دیگر از شهرهای اقلیم کردستان است. مردمانی شاد از برگزاری همه پرسی که آن را یک پیروزی و گامی به سمت استقلال می دانند. با این همه حکومت عراق از زبان نخست وزیرش حیدرالعبادی بار دیگر تأکید کرد نه همه پرسی را به رسمیت می شناسد و نه حاضر است درباره نتایج آن مذاکره کند. پارلمان عراق هم چهارشنبه گام‌هایی برای افزایش فشار بر اقلیم کردستان برداشت، از جمله اینکه خواستار محاکمه مسعود بارزانی رئیس اقلیم شد. از کشورهای خارجی خواست نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را در اقلیم کردستان تعطیل کنند. نیروهای مسلح و دولت را هم مکلف کرد تا چاه‌های نفت استان مورد مناقشه و نفتخیز کرکوک را به کنترل دولت بازگردانند، استانی که در حال حاضر در کنترل نیروهای پیشمرگی کرد قرار دارد. به نخست وزیر این اختیار را داد تا نیروهای امنیتی را به مناطق مورد مناقشه خارج از کنترل دولت بازگرداند و دستور قرار گرفتن همه گذرگاه‌های مرزی در اقلیم کردستان را در تصرف دولت مرکزی صادر کرد. از سوی سازمان هواپیمایی عراق در بخشنامه‌ای دستور تعلیق همه پروازهای خارجی به فرودگاه‌های اقلیم کردستان را از روز جمعه صادر کرد. اکنون سوال اینجاست، با این اقدام‌های سختگیرانه که بسیاری از کشورها از جمله همسایگان عراق با آن همراهند، اقلیم کردستان به کدام سو می‌رود؟ ایلیا جزایری، رادیو فردا.